صبح بخیر همگی. قبل از که شروع کنم، اولا بعد از 3 هفته من خودم شما رو میس کردم. یه توضیح در مورد یونیورس یا دنیا بدم. دفعه پیش توضیح دادم که در قطب جنوب با بایسپس تلسکوپ ها نورهای اولیه یا oldest light from the universe رو عکس برداری کردن. بعد با تلسکوپ هایی که دور زمین میچرخیدن، تلسکوپ های فضایی، تونستن که عکس های خیلی بهتر و دقیق تری بگیرن. از هر نقطه دور کره زمین که چرخیدن، these are the oldest light coming from the big bang، این نورهایی که دریافت کردن، اینجا تماشا میکنین، همیشه یونیفرم بوده، یعنی یکسان بوده از هر نقطه. پس این ثابت میکنه که after big bang universe was in order، نظم و ترتیب داشته، کم 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 دیسوردر شده، از نظم و ترتیب بیرون آمده. ما از کجا میدونیم؟ برای که 400 years که ما تلسکوپ داریم، ما مدیون سپیس تلسکوپ و گراند تلسکوپ ها هستیم که به ما یاد دادن ما در دنیای خیلی بی نظم و ترتیب زندگی میکنیم. برای همینه که we have unusual weird object، planets، stars، galaxies، black holes، structures، materials and on and on. پس من سعی میکنم این few session همه چیز رو تقریبا برای شما تشریح کنم. دنیای ما شهر فرنگه، از همه رنگه. خب اول یه توضیح بدم. در سولار سیستم ما میدونیم billions of object، majority of them برخلاف جهت ساعت counterclockwise elliptical، یعنی به طور بیزی دارن میچرخن. البته استثناها رو توضیح میدم. ولی سپتامبر و اکتبر سال 2017 یه ابجکتی، they are not sure was it asteroid، was it comet، was it stone، یک ابجکتی که ولی میدونن که 400 متر واید بوده، از خارج سولار سیستم وارد سولار سیستم شده. به این ابجکت میگفتن A-2017-1U. این عکس رو میخوام نشونتون بدم. اینجا سولار سیستمه، عکس نقطه زرد سانه، نقطه قرمز رو براتون ارد کردم. سپتامبر 4 یه آبجکتی که اومده از خارج، اول از نزدیک مرکوری رد شده، اومده سپتامبر 9 به اطراف سان رسیده. یه توضیح بدم. این سان ما اوه گراویتی یا جاذبش فوق‌العاده قویه، یا یک جسم رو سوالو میکنه، یعنی میبلعه، یا این اوه گراویتی این جسم رو پرت میکنه بیرون. در این زمان جسم رو پرت کرده به زیر زمین، رفته under the earth 150 million miles away from the earth. بعد در این موقع بوده اکتبر 14، بعد از اونجا کم کم اکتبر 27 اصلا از the whole solar system رفته بیرون، رفته به طرف نورت، میگن constellation Pegasus، و دیگه بر نمیگرده. خب از کجا میدونیم؟ دانشمندی به اسم راب وریک از دانشگاه هاوایی در هانالولو با تلسکوپ پنستار 1 تماشا کرده. اصلا در هاوایی به این جسم یا آبجکت میگن اموآموا، یعنی مسنجر فرام افار، یعنی پیامبر از راه دور اومده. بعدم یه گروهی هستن که در کمبریج ماساچوست به اینا میگن ماینر پلانت سنتر، اینا هم این جسم رو دیدن. یه گروهی هن اروپایی ها تلسکوپ های عظیم دارن در کانری آیلند، اونها هم تأیید کردن که بله این جسم از خارج اومده. یه دلیل دیگه هم مطمئنن، برای اینکه این جسم خیلی سریع حرکت میکرده، سپیدش 27 مایلز پر سیکند، و خیلی سریع هم بیرون رفته از سولار سیستم. ولی یه گروه بین المللی هم بهشون میگن International Astronomical Union، اینا هستن که اسم این جسم ها رو تعیین میکنن. به این جسم گفتن
1i-2017-u1. وان که خب معلوم برای اینکه برای اولین بار اتفاق افتاده. آی یعنی اینترستلار، یعنی از بین ستاره ها اومدن، از بیرون اومدن. و الان این اسم خیلی معروفه و همه به این اسم این جسم رو میشناسن. خب بریم سر آبجکت های دیگه. روگ پلانت یا اینا میگن وندر پلانت، پلانت ها یا سیاره های سرگردان. اورفن هم بهشون میگن چون اینا یتیمن و اینا پلانت های هستن، سیاره های که they have no star، ستاره ندارن. به همین جهت این پلانت ها خیلی دارک هستن، تیره رنگ هستن. نگاه کنین تقریبا سیاه رنگ هن. فکر کنین this is a org planet. آیا دیده میشه؟ به سختی با تلسکوپ های خیلی دقیق میدونن، برای اینکه وقتی که سان ندارن they have no energy. And all of the ocean, if they had an ocean, is frozen. پس یخ زدن، خیلی کلدن. و در دنیای ما، در گالکسی ما الان approximately we have 200 billion star. میگن بیلیون ها روگ پلانت وجود داره. خب سه تا تئوری هستش که این روگ پلانت ها چطوری به وجود میان. تئوری اول اینه که نگاه کنین، یا همونجور که گفتم ممکنه که یک دونه استار اکسپلود بشه، بترکه، پرت بکنه این پلانت ها رو بیرون. یا اینکه پلانت هایی که گراویتی قوی دارن، مثلا جوپیتر 300 times heavier than the earth، میتونه یک دونه پلانت های کوچیکتر رو پرت بکنه قوه جاذبهش بیرون. حتی پلوتو، ما الان نمیدونیم که آیا پلوتو قبلا بین جوپیتر و ساتر بوده پرت شده بیرون، بلکه الان در یک زمان پلوتو 3 billion miles away from the sun، در یک نقطه دیگه 4.57 billion، اصلا tipped on the side، داره رو پهلوش داره میچرخه. پس اینم unusual و different، میگن تا یک میلیون سال دیگه به یه جایی برخورد میکنه. یکی هم they could have been created on their own، خود به خود خودشون شکل گرفتن. سنگا که به هم نزدیک میشن، بزرگ که بشن تبدیل به پلانت میشن. بعد از 600 مایل که واید بشن گرد میشن خود به خود. توری سوم اینه که در دنیا ما ستاره هایی داریم بهشون میگیم بران استار. بران استار ها چیه؟ قهوه ای رنگ هن. اینا را بهشون میگن فینت استار، یعنی ضعیفن، انرژیشون کمه، کم کم یه ذره اکسری از خودشون خارج میکنن تا اینکه دیسپیر میشن، یعنی اصلا از بین میرن، نابود میشن. بعضی هم هستن بهشون میگن دوارف بران. اینا یا به اندازه مشتری هن یا almost 10 times heavier than the Jupiter، ولی they are not a star، نمیتونن مثل ستاره ها باشن، برای اینکه نمیتونن نوکلیر فیوژن داشته باشن، نمیتونن انرژی و لایت، نور از خودشون پخش کنن. پس پلانت هایی که اطراف اینها هستن اینا را میگن روگ پلانت، به سختی دیده میشن. برای همینه که از سال 2016 اگه یادتون باشه دانشمندی بود که ادعا کرد، مایکل وایش کلت یونیورسیتی، گفتش که پلانت 9 باید روگ پلانت باشه، باید وجود داشته باشه پلانت 9. چرا؟ برای اینکه در هر 50 یا 100 سال every 50-200 years ما مشاهده کردیم که 6 پلانت تقریبا در یک خط قرار گرفتن. البته May 5 2000 هم این اتفاق افتاد. مرکوری، وینس، ارت، مارس، جوپیتر، ساتر تقریبا یک خط بود. در سولار سیستم باید بین ماس، سنگینی و بین گراویتی بالانسی باشه. پس این اینفورمیشن رو اینا پرت میکنن توی سوپر کامپیوترهای ناسا و سیمولیشن به اینا یاد میده که باید یه پلانت 9 باشه، 10 times heavier than earth، ولی میدونه روک پلانت باشه که سخت ما پیداش بکنیم. و نشون داده این حتی اینجا خیلی سخته که خیلی اوربیتش کشیده است، میگن elongated orbit، یعنی همجور که گفتم مثل پلوتو، ولی امروز تا حالا
12 سابجکت پیدا کردن در سولار سیستم که الانگیتد اوربت دارن. الانگیتد اینجا الان ناحیه زد سان داره نشون میده، اطراف سان یه ناحیه سفید میبینین، این کایپر بلته. کایپر بلت خودش 6 بیلیون مایل وایده، نگاه کنین چقدر عظیمه در، و اینا رو نگاه کنین که چقدر اوربیتشون بلنده و طولانیه. دو تا رو نشونتون بدم، این قرمزه رو سال 2012 پیدا کردن از VP113، این 43,000 years طول میکشه که یک بار دور سان بچرخه. این یکی دیگه خیلی مهمه، اینجا پرتغالیه رو که میبینین یا قرمز رنگه، بلندترین اوربیتو داره. این سدنا سال 2003 پیدا کردن، امروزه میدونن سدنا 1350 مایلز وایده، شده نمبر 3 بعد از اینکه نیو هورایزن دور پلوتو رفت. به این نتیجه رسید پلوتو از همه دوارف پلانتا بزرگتر، 1473، بعد اریس 1445، بعدن سدنا. ولی این جالبه، سدنا چقدر 11,500 years طول میکشه یک بار اوربیت بکنه دورستان، به چرخ دورستان. پس اینا هر 12 آبجکت ها خیلی ورد و انیوژوال هستن. پس پلانت 9 همینجور میتونه که الانگیتد باشه اونجوری که نشون داده کامپیوتر، برای همین سخته. اگه روگم باشه که سیاه رنگه، فوقلاده ناحیه عظیمیه، ممکنه تریلیون ها مایل وسیع باشه یا 100% بلیون ها مایل وسیعه، خیلی مشکله که پیداش کنن. ولی ناسا عقیده داره حتی این روگ پلانت ها میتونن ساپورت لایفه، یعنی قابل زیست باشن. فرض کن این ارت مایل پرت شده بیرون، رفته بیرون، خب بعد از فیو دیز تمام اوشنا چیه؟ فریز میشن، تمام پلنت ها فریز میشن. پلنتی نباشه اکسیژنی نیست، انسان ها we all die. خب چه اتفاقی میفته؟ ولی این ساید ارت هنوز هیت هست، انرژی هست. این ساید ارت we have tectonic plate، این ساید ارت we have water. So what happens, we are going to have definitely have volcanic eruption، مثل اراپچرهایی که الان ما در هوایی داریم. گاهی موقع این کوههای آتش فشان اراپچرشون ماها یا سالها طول میگشه. این ولکانیک اراپچرها میتونن اتمسفیر تولید کنن، گازهاشون حاوی کربن، اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن، چیه؟ آمینو اسیدها رو تولید میکنن. آمینو اسیدها آجرهای اول زندگی هستن، میتونن باکتریا تولید کنن، میدونن جاندارهای خیلی تکسلولی و ساده تولید بشه. حتی اوشنا، اوکی اوشنا we are going to have frozen ocean، ولی some ocean are 3 to 3.5 mile deep، مثلا Pacific ocean، اقیانوس کبیر. خب ما میدونیم باکتریایی هستن که در زیر اکسیژن لازم ندارن، میتونن سروایو بشن. باکتریایی هستیم که در آیس رشد میکنن، پس روک پلانتا ممکنه که لایف رو ساپورت بکنن. این عقیده ناسا هستش. خب حالا بریم سر قسمت سوم که درباره سوپر وید میخوام براتون توضیح بدم. این سوپر وید ناحیه در دنیا، اولا اگه ما این بالاها هستیم 3 بیلیون لایت ایر از ما دوره. دوما این ناحیه به قدر عظیمه، وید یعنی خالی، یعنی وکیوم، این ناحیه 1.8 بیلیون لایت ایر. هر لایت ایر میدونیم تقریبا 6 تریلیون مایل، میشه 10.6 سکستلیون مایلز. جلوی 10.6 21 زیرو بذارین، اصلا امیزینگ. البته ناسا میگه که این ناحیه خالی خالی نیست، concentration of the matter کمتره، these are cold area. خب بذارین از پایه شروع بکنم که متوجه بشیم اینا چی هستن. خب ما میدونیم سال 2001
تلسکوپی به اسم دابلیو مپ دور زمین چرخید و این تلسکوپ این عکسایی که گرفت به اینا میگیم دابلیو مپ یا The Baby Picture of the Universe or Oldest Light Coming from the Big Bang or Oldest Glow from the Big Bang. Anyway, بعد سال 2009 تلسکوپ اروپایی ها رو بهش میگن پلانک. این به قدر دقیقه 1,000,000 تا دگری سلسیس حساسه. خب پس با این چه کار کردن؟ با حساستر تونستن این پکچر دابلیو مپ رو تماشا کنن و اندازه بگیری کنن. این پکچر چی نشون میده؟ نقاط مختلفی نشون میده. اولا دفعه پیش توضیح دادم 2% of universe is neutrinos. نقاط قرمز رنگ رو میگن hot spot. نقاط گرمه، اینا از اتم تشکیل شده. من و شما، کوها، stars, galaxies are 4.9% of the whole universe. بعد ما قسمت های بلو داریم. بلو های dark matter هستن، they are colder، سردترن نورها، و وقتی که نور سردتر وارد تلسکوپ میشن رنگ های مختلفی تولید میکنن. دارک متر هم میدونیم داره گالکسی ها رو به هم نزدیک میکنه. 23.8% of the universe is dark matter. بعد نقاط سبز میگن دارک انرژی هستن. 68.3% of universe is dark energy. اینا حتی سردترن، کولترن و اینها انتی گراویتی هن، دارن دنیا رو اکسپند میکنن، بزرگ و بزرگتر میکنن. پس به این نتیجه رسیدن بعد از 2009 با تلسکوپ های دوباره پنستار هوایی در هوایی و تلسکوپ وایز ناسا اومدن با دقت به این دابلیو مپ تماشا کردن، دیدن آره این ناحیه های عظیم حتی تعدادش بیشتره. یکی هست که تقریبا این وید سوپر وید 40 times bigger than the other one, but you see there are a lot of white spots. This white spot are میگن cold spot، خیلی سردن. دو تا تئوری هست که این ناحیه ها چیه. تئوری اول همه میگن اینا دارک انرژی هن، انرژی سیاه هستن که دنیا را انتی گراویتی هن، دارن بزرگ و بزرگتر میکنن. البته توضیح میدم که این اکسپنشن در کهکشان ما وجود نداره، برای اینکه گراویتی سترانگه، در لوکال گروپ گالکسی ها وجود نداره. خب پس این تئوری اوله و چون که یونیورس داره اکسپند میشه پس اینا وایدتر میشن، ویده ناحیه آلموس وکیون وایدتر میشه. یه چیزم توضیح بدم، در کوانتوم مکانیک، کوانتوم فیزیک اصلا میگن وکیومی وجود نداره، در هر ثانیه ذراتی به اسم کوانتا میپره بیرون جامپ آت، بعد انتی کوانتا اینا رو همه رو از بین میبره. میگن کوانتا یا وکیوم انرژی نگاتیو داره، منفی داره، برای همین انرژی منفی داره دنیا رو پوش میده به پایین و دنیا رو بزرگ و بزرگتر میکنه. البته space و not matter، space are getting expanded. خب این باعث میشه که دنیا داره هم اکسپند میشه. یه چیزی هم نشونتون بدم، گفتم که در کهکشان ما و لوکال گروپ اکسپنشن تولید نمیشه. میگن دنیای ما در هر ثانیه 74.3 کیلومتر پر سکند داره اکسپند میشه. فکر کنین که این وسط لوکال گروپه. چی میخوام نشونتون بدم؟ هر چی که گالکسی ها they are further away، they are getting away from us with a faster speed. هرچی این کهکشان ها دورترن با سرعت بیشتری دارن از ما دور میشن. چرا؟ Because the speed of expansion of این ناحیه را به اضافه این ناحیه، این ناحیه با همه جمع بکنین، اضافه کنین، پس ببینین چقدر هرچی دورترن زودتر دور میشن و کم کم اصلا اونا رو نمیبینیم، برای اینکه نورشون دیگه نمیتونه برگرده به ما، زمان بیشتری میخواد نور اونا به ما برسه. خب این از پس یه تئوری بود. یه تئوری دیگه هم هست، تئوری دوم که قدیم پاپولارتر بود، میگفتن این ناحیه ثابت میکنه که we have multi universe،
دنیاهای مختلفی است. وقتی دو تا دنیا روبروی همن، خب one universe, each universe I'm sure is going to be heavy. وقتی به هم برخورد میکنن سرعت این برخورد زیاده. وقتی برخورد میکنن پرت میشن به عقب، این void رو تولید میکنن. پس میگن این void نشونه چیه؟ نشونه که دو تا یونیورس به هم خوردن. البته ما میدونیم که بیگ بنگ اتفاق افتاده، یه موقع بیشتر توضیح میدم، ولی نمیدونیم چی باعث شده. به نظر میرسه تئوری بدی نباشه. چرا تئوری بدی نیست؟ خب همونجور که گفتم نگاه کنین، من که اینجا نشستم، ما در روی کره زمین 6 موشن داریم، 6 تا حرکت داریم که در اسپیس انجام میشه و ما داریم در دنیا تکون میخوریم. خب یکی چیه؟ یکی ما با سرعت 1038 مایل پر آور هر روز یک بار به دور اکسس فرضی داریم میچرخیم. پس این یه موشن ما، حرکت ما. دوم اینه که ما البته همه میچرخم، ولی سرعت ما، سپید ما 66,800 مایل پر آور داریم سال یک بار دور سان میگردیم. سوم چیه؟ اغلب ستاره ها almost 200,000، اونا که خیلی نزدیکن به بلک هول، they orbit much faster. اغلب ماها با سرعت 483,000 مایل پر آور داریم دور بلک هول میچرخیم. یک بار 250 میلیون years طول میکشه که ما یک بار once we orbit the black hole. خب اینم سومی بود. چهارمی چیه؟ local group galaxy، گالکسی های محلی. اینو من خودم کشیدم براتون. فکر کنین میلکی وی، اندرومدا و تریانگلو. اندرومدا 2.5 میلیون لایت ایر از ما دوره، یعنی ما الان داریم نگاه میکنیم، we are looking at 2.5 میلیون سال پیش. تریانگلم 2.7. ببینیم نزدیکترین میشه 15 کوینتلیون مایلز، یعنی 15 زیرو جلوش بذارید این میشه 18 کوینتلیون مایلز. 18 زیرو بندازید. بعضی جا میگن بریز تری گالکسی، بقیه دوارف گالکسی هن، بعضی ها میگن 47 گالکسی. چرا؟ برای که ما گذشته، we are looking at the past. اینا رو که میبینین این حلقا، حالا متوجه شدن اینا دوارف پلنته که دارن سوالو میشن، بلعیده میشن کم کم به اندرومدا. همینجور 17 تا الان دور اندرومدا، البته در قدیم میچرخیدن، حالا معلوم نیست چند تا دور تراینگلوم، اقلا 12 of them around میلکی وی. خب ما گفتم یه هنوز گراویتی اینجا کار نمیکنه، برای اینکه ما قوه چیز اکسپنشن کار نمیکنه، قوه گراویتی قوی تره. ما با سرعت 250,000 مایل پر آور داریم به هم نزدیک میشیم. این 4 بیلیون years ما دوتا اثر به هم میخوریم. اینا رو کامپیوتر سیمیلیشن نشون داده و یک گالکسی میشیم. پس اینم چیه؟ نمره 4 بوده، حرکت ما در این دنیا در فضا. نمره 5 چیه؟ نمره 5 این لوکال گروپ گالکسیه، اقلا 20 میلیون لایت ایر دورتر کین گروپه، 100 گالکسیه، 65 میلیون لایت ایر. اینا رو میگن ویرگو کلاستر، خوشه ویرگو. اینا 1300 گالکسیه، ولی ادامهش اینا همه با هم میشن سوپر ویرگو کلاستر. اینا تا 110 میلیون لایت ایر از ما دورن. سوپر ویرگو کلاستر 47,000 گالکسیه. ما داریم با سرعت 1,340,000 مایلز پر آور داریم به طرف ویرگو سوپر کلاستر میریم. خب بعضی دانشمندا میگن همچین سرعتی باید یک یونیورس دیگه اینجا باشه، داره ما رو پول میکنه میکشه، و شاید بلیون ها یا تریلیون ها سال بعد ما دوتا به هم بخوریم. خب قسمت چهارم چیه؟ این ناحیه رو بهش میگن Great Attractor GA، جذب کننده بزرگ.
این ناحیه اولا چطوری این ناحیه رو دارن تماشا میکنن که این ناحیه 250 میلیون لایت ایر از ما دوره، ولی خود این ناحیه که بهش میگن گریت اترکتر 400 میلیون لایت ایر ادامه داره. خب ناحیه بزرگه، اینا رو میگن کانستلیشن پرفورم، یکی از کانستلیشن های بزرگ کره زمینه. بعد نورما این کانستلیشنی که این ناحیه قرار داره. خب ما میدونیم هابل تا حالا 5 بار فیکس شده، این داخل هابل نگاه کنین چقدر جالبه، چقدر دستگاه داره. 5مین بار 2013 دیپ فیلد کامرا براش گذاشتن، یعنی دوربین زمینه عمیق. این باعث شد که تماشا کنه یونیورس، ببینه حتی نقاطی که خالیه، ببین بعضی جاها خالی به نظر، این تازه یه نقطه خیلی کوچیک یونیورس. تاری ما 10 میلیون سوپر کلاستر در دنیا داریم، در بعضی نواحی که خالیه مشاهده کرد که 10 تا از این گلکسی هست. هابل به ما یاد داد که اقلا 3 تریلیون گلکسی در دنیای ما وجود داره، دنیای خیلی بزرگتر. بعضی ها میگن 3 تو 10 تریلیون گلکسی داریم. هابل مشاهده کرد که ما داریم به این ناحیه که حتی هابل نمیتونه ببینه، این جالبه، اینجا پر از داسته، پر از خاک، اینا فکر میکنن، گس میکنن که tens of thousands of galaxy وجود داشته باشه، برای اینکه ما داریم با سرعت بستگی داره با چه انگلی داره دنیا رو تماشا میکنیم. 14 میلیون مایلز پر آور ما داریم با این سرعت سرسام‌آور به طرف گریت اترکتر کشیده میشیم. باور نکردنیه در چه دنیایی داریم زندگی میکنیم. خب فکر کنم دیگه سرتون درد گرفته، چند هفته بعد ادامه میدم انشالله. تابستان خیلی خوبی رو در پیش دارین. خدافظ همگی.